آیا واقعا درسته که میگن شیر تا بخوای مفیده؟ یا میتونه برای سلامت ما عوارضی مثل ایجاد سرطان داشته باشه؟ در این ویدیو ما تأثیرات منفی و مثبت شیر رو بر سلامتمون بررسی میکنیم، تأثیرات شیر بر اکوسیستم رو بررسی میکنیم، شایع ترین عارضه شیر رو بهتون میگم و به این سوال پاسخ میدیم که آیا ما جایگزینی برای شیر داریم یا نه؟ سلام میکنم بهتون، خیلی خیلی خوش اومدید، دکتر نیما هستم. انسان ها از وقتی که به وجود اومدن از شیر مادرشون استفاده میکردن، اما از حدود 11 هزار سال پیش بوده که انسان ها با رسیدن به یک جانشینی و اهلی کردن حیوانات و دام ها تونستن از شیر حیوانات به عنوان یک منبع غذایی استفاده کنن. شیر به عنوان یک ماده غذایی، یک وعده غذایی کامل میتونه باشه و از ریز مغذی ها و درش مغذی های زیادی تشکیل شده. به همین خاطر در طول تاریخ خیلی تونسته انسان ها رو از گرسنگی و کمبود مواد غذایی و ویتامین ها نجات بده. اما در دهه های اخیر اطلاعات زیادی راجع به مضر بودن شیر هم بیرون اومده که ما تو این ویدیو میخوایم اونها رو بررسی بکنیم. یکی از ترسناک ترین چیزهایی که راجع به شیر گفته میشه احتمال ایجاد سرطانه. در یکی از مقاله‌های قدیمی تو سال 1989 گفته شد که شیر میتونه با سرطان پستان، سرطان کولون و سرطان پروستات ارتباط داشته باشه. اما وقتی که مقاله‌های بیشتری در اومد و متاآنالیز انجام شد، مثلا تو سال 2005 نشون داده شد که بین شیر و سرطان ارتباط معناداری وجود نداره. تازه علاوه بر این یک سری مقاله ها، مثلا یک مقاله تو سال 2007 نشون داد که کلسیوم شیر میتونه از ایجاد سرطان کولون حتی جلوگیری هم بکنه. البته این تأثیر میتونه فقط به خاطر کلسیوم باشه و اصلا ربطی به شیر نداشته باشه. اما در سال 2007 یه مقاله نشون داد که شیر میتونه با سرطان پروستات ارتباط داشته باشه و میگفت که در کسانی که 1.25 لیتر در روز شیر مصرف کنن، این شیر میتونه باعث ایجاد سرطان پروستات بشه و احتمالش رو بالاتر ببره. که بعدها مقاله های دیگه‌ای در اومدن و نتونستن این ادعا رو تایید بکنن و تقریبا این هم رد شد. به طور کلی به نظر میرسه بین شیر و سرطانزایی ارتباط معناداری وجود نداره و حتی مصرف 1 تا 2 لیتر شیر در روز هم احتمال ایجاد سرطان رو بیشتر نمیکنه. به علاوه این تحقیقات به این نتیجه رسیدن که شیر عوارض و عواقب قلبی عروقی و سکته رو هم بالاتر نمیبره. حتی یک مقاله در سال 2012 اعلام کرده که مصرف شیر و لبنیات، یعنی کسایی که مصرف زیاد شیر و لبنیات دارن، فشار خونشون هم ممکنه پایین تر باشه. البته مقاله های دیگه نتونستن این ادعا رو ثابت بکنن و دلایل محکم و مستحکمی برای این ارتباط وجود نداره. وقتی میریم سراغ بررسی تأثیر شیر روی سلامت سیستم اسکلتی و استخوانی، مبحث یه خورده پیچیده میشه. در کودکان مصرف شیر باعث میشه که کلسیم بیشتر به استخوانها برسه و استخوانها محکمتر بشن و بتونن رشد داشته باشن. اما مقاله‌ای در سال 2007 نشون داد که در افراد بزرگسال تأثیر شیر روی استخوان‌ها تأثیر ناچیزیه و نه مفیده و نه مضر. حتی یه سری مقاله‌های دیگه بعداً اعلام کردن که کسانی که بالغینی که سن بالا دارن و لبنیات و شیر زیادی مصرف می‌کنن، احتمال شکستگی ناشی از پوکی استخوان در اون افراد بیشتر هم هست. اما یه چیزی که خیلی این روزها همه رو نگران کرده، وجود هورمون‌های حیوانی، میکروب ها و آنتی بیوتیک ها در شیرهای دام هاست. درباره هورمون ها، حقیقت ماجرا اینه که به گاو هایی که هورمون های رشد میزنن، هورمون هاشون وارد شیر میشن، اما این مقدار بسیار کمه. در واقع اگر بخوایم به اندازه یک قرص هورمونی از شیر گاو هورمون استخراج کنیم، به 5000 لیتر شیر نیاز داریم. و حتی اگه در نظر بگیریم شما 5000 لیتر شیر رو مصرف کنید، مقدار زیادی از این هورمون ها وقتی وارد دستگاه گوارش ما میشن توسط اسید از بین میرن. پس از لحاظ هورمونی نگرانی وجود نداره. از لحاظ میکروبی هم نگرانی وجود نداره، به خاطر اینکه در اغلب نقاط جهان روی مقدار هورمون و آنتی بیوتیکی که توی شیرها هست نظارت دقیق انجام میشه و شیرهایی که از لحاظ آنتی بیوتیک یا از لحاظ میکروب
بالاتر از حد مجاز باشن اصلا وارد فروشگاه ها نمیشن. یک سری دیگه از عوارض شیرها حساسیت ها هستن، مثل عدم تحمل قند شیر یا عدم تحمل لاکتوز که در بسیاری از افراد جامعه دیده میشه، وجود آلرژی که یک مقاله در آلمان نشون داده شده که از هر 18 کودک یک کودک ممکنه که به شیر آلرژی داشته باشه، اما مهمتر از همه اینا و شایع ترین عارضه ایجاد آکنه هستش. در این مورد یک مقاله در سال 2018 نشون داده که مصرف شیر کمچرب میتونه احتمال ایجاد آکنه رو تا 24% افزایش بده. پس اگر پوست حساسی دارید یا در حال مقابله با آکنه هستید، از مصرف شیر به خصوص شیر کمچرب خودداری کنید. پس به عنوان یه نتیجه گیری کلی باید بگیم شیر ماده مفیدیه که پر از مواد ریز مغذی و درشت مغذیه و میتونه برای رژیم غذایی انسان‌ها یک غذای کامل باشه، به خصوص در جاهایی که مواد غذایی کمتر پیدا میشه و از شیر دام‌ها میشه استفاده کرد. برای کسایی که ویجیتریان هستن، شیر میتونه منبع خوبی برای ویتامین B12 و بقیه ویتامین‌های گروه B باشه و برای کودکان هم میتونه مواد غذایی لازم و عناصری مثل کلسیم رو به بدنشون برسونه. اما نکته اینجاست که برای رسوندن این مواد مغذی به بدنمون لازم نیست که حتما شیر استفاده کنیم. مواد غذایی زیادی هست که میتونه مغذی‌های لازم رو به جای شیر به بدنمون برسونه. مصرف زیاد شیر میتونه باعث اضافه وزن و چاقی باشه. مصرف شیرهای مثل شیر کاکائو یا شیرهای طعم‌دار ارزش غذایشون بیشتر نزدیک به نوشیدنی‌های مثل لیموناد و نوشابه است و تاثیرات بدی رو روی اقلیم هم میذاره که در ادامه هم راجع به جایگزین های شیر صحبت میکنیم، هم راجع به تاثیرش روی اقلیم و گازهای گلخانه‌ای. اما قبل از اون اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده با لایک کردن ازش حمایت کنید، اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، نظراتتون، سوالاتتون، پیشنهاداتتون و تجربیاتتون رو حتما توی کامنت بنویسید و این ویدیو رو با دوستاتون و توی گروه های خانوادگیتون به اشتراک بذارید. مرسی. چرا میگم میتونیم شیر رو جایگزین کنیم؟ یک جنبه دیگه راجع به تولید شیر وجود داره و اون تأثیرش روی اقلیم و گازهای گلخانه‌ایه. 35% زمین‌های زراعی در جهان برای تهیه خوراک دام‌هایی که شیر تولید می‌کنن مصرف میشن تا ما بتونیم در طول سال 1.3 میلیارد تن شیر تولید کنیم. تولید لبنیات مسئول تولید 3% از گازهای گلخانه‌ایه و این مقدار از مجموع گازهای گلخانه‌ای که کل هواپیماها تولید می‌کنن هم بیشتر. علاوه بر این، صنعت دامداری و تولید لبنیات یکی از بی‌رحم‌ترین صنعت‌هاست و این صنعت‌ها از حیوان‌ها تا جایی که می‌تونن کار می‌کشن، پشت سر هم گاوها رو باردار می‌کنن، سریعاً از گوساله‌هاشون جدا می‌کننشون تا از شیرشون استفاده کنن و وقتی دیگه بدنشون توانایی تولید شیر رو نداشته باشه این حیوانها رو ذبح میکنن و از گوشتشون استفاده میکنن. اما ما چه جایگزینی داریم؟ آیا میتونیم از شیرهای گیاهی استفاده کنیم؟ از لحاظ مواد مغذی و مقدار پروتئین تنها شیری که با شیر گاو میتونه برابری کنه شیر سویاست. بقیه شیرها مثل شیر بادام نیاز دارن که توسط شرکت ها با مواد مغذی مثل کلسیم و پروتئین غنی سازی بشن تا به اون حد از مغذی بودن برسن. اما از لحاظ اثر گلخانه‌ای تقریبا تمام شیرها نسبت به شیر گاو از آب کمتر، زمین کمتر و انرژی کمتری استفاده میکنن. پس اگر بخوایم همه بحثمون رو نتیجه گیری کلی بکنیم، اینه که شیر یک ماده بسیار مغذیه که خیلی به تغذیه انسانها کمک کرده، اما در کنارش یه سری عوارض و معایبی هم داره. یکی از مهمترینشون برای اکوسیستم ماست که داریم در اونش زندگی میکنیم و اینکه ما چه تصمیمی درباره شیر و مصرف اون بگیریم هم یک بخشی شخصیه و هم یک بخشش به جامعه ربط داره. امیدوارم که در این ویدیو اطلاعات خوبی رو برای این تصمیم گیری بهتون داده باشم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.